خب میرسه به بخش گرامر صفت مالکیت و فاقد مالکیت. ببینین یه سری جاها ما نیاز داریم یه سری صفت ها رو مالکیت بدیم، یعنی صاحب اون صفت بکنیم. چجوری این کار رو میکنیم؟ ببینین اگه یادتون باشه پسوند های ل، لی، لو و لو اینا پسوند هایی بودن که ما برای ملیت سازی ازشون استفاده می کردیم. مثلا به اسم شهر و کشور که وقتی می چسبوندیم معنی مالکیت یعنی ملیتش رو می داد. مثلا ترکیلی، ترکیهی، ایرانلی، ایرانی، اینها یه سریاشون که به اسم شهر و کشور بچسبه معنی ملیت سازی بهشون میده. ولی وقتی به اسم یا صفتی بچسبه اونو صاحب اون صفت می کنه، یعنی مالک اون صفت می کنه. حالا 4 تا پسوند داریم. پسوند ل، پسوند ل برای که استفاده می شد؟ وقتی که اسم یا صفتتون از آخر وقتی بهش نگاه کنید اولین حرف صداداری که ازش می بینید یا آ هستش یا ا هستش. مثل آکل. آکل یعنی چی؟ آکل یعنی عقل، هوش، ذهن. میخوام بگم کسی که صاحب عقله، کسی که عاقله. آکل ل از آخر که نگاه کنید اولین حرف صدادارش ا هستش، پس آکل ل میشه. یا دنگه، دنگه میشه تعادل. میخوام بگم چیزی که متعادله، چیزی که تعادل داره. میخوام صاحب اون مالکیه، صاحب اون صفت بکنم. از آخر که نگاه کنین اولین حرف صدایی که میبینین ا هستش، خب بعد ا صدادار ای میتونست بیاد، پس از لی استفاده میکنیم، میشه دنگه لی یا متعادل. یا بلوت، بلوت میشه ابر. میخوام بگم ابری، میخوام صاحب یه صفتی بکنم. بلوت از آخر که نکنم اولین حرف صداداری که میبینم او هستش، خب بعد صدادار او همون او میتونه بیاد دیگه، پس از لو استفاده میکنم، میشه بلوت لو یا ابری. الکل، ببینین الکل اگه یادتون باشه توی بخش توی جمع کردن ها یه سری کلمات داشتیم، مثل الکل، مثل حرف، مثل ساعت. اینا حروفی هستن که ریشه ترکی ندارن، به خاطر همین اینها از گرامری که ما توی جدول تلی ازشون استفاده میکنیم استثناء حساب میشن. الکل درسته چون او داره باید با لو اینو صاحب مالکیتش میکردم، ولی چون الکل یه حرفی که ریشه ترکی نداره با لو این کار رو میکنم و بهش میگم الکل لو، یعنی الکلی. حالا برای فاقد مالکیت میخوام یه مالکی صفتی رو فاقدش بکنم، یعنی یه کسی که مثلا اون صفتی رو نداره. چجوری میتونم این کار بکنم؟ با 4 تا پسوند، پسوندهای سز، سیز، سوز و سیز، با این 4 تا این کار رو میکنم. حالا دوباره ببینید جدول تلهیش وقتی یادتون نه چون همش استفاده میشه. الان میخوام بگم اکل، کسی که مثلا عقل نداره، میخوام بگم اکل از آخر نگاه میکنم اولین حرف صدادارش اون هستش، خب بعد اون همون اون میتونه بیاد، پس از سز استفاده میکنم، میشه اکل سز، یعنی بی عقل، کسی که عقل نداره. یا دنگه، دنگه که از آخر نگاه کنین اولین حرف صدادارش ا هستش، خب بعد ا صدادار ای میتونه بیاد، پس به خاطر همین از سیز استفاده میکنم، میشه دنگه سیز یا بی تعادل. بلوت سوز نداریم، به خاطر اینکه ما تو فارسی هم نمیگیم بی ابر، بی ابر اصلا نداریم، استفاده نمی کنیم، به خاطر هم بی معنی اصلا هیچ معنی هم نداره. و الکل سوز هم که عین همینی که بهتون گفتم درسته او داره باید از سوز استفاده می کردیم، ولی چون الکل یه حرفیه که ریشه ترکی نداره از اون گرامری که گفتیم جدا میشه و الکل سوز میگم، فاقد الکل. این بخش گرامرها. بریم بخش تمرین هامون. بخش تمرین هامون میرسیم به بعد این قسمت رو که گرامرتون رو بهتون توضیح دادم، بخش پایینش یه سری تمرینات داده، تمرینات رو با هم یه حل کنیم. تمرین 6، آشاداکی کلیمه‌لره örnekteki gibi l ve sız eki getirelim. میگه که مثل مثالی که اینجا گفته، örnek که اینجا گفته، این پایینی ها رو هم با پسوند های l و sız اضافه کنید یا بیارید. sağlıklı یعنی سالم، sağlıksız میشه ناسالم، مضر همون ما هم میگیم تو فارسیمون. شکر میشه شکر خودمون دیگه، میخوایم بگیم که شکر مثلا یه چیزی که خیلی شیرین باشه،
شکر لی. چرا؟ چون صداش که از آخر نگاه کنین ا هستش، خب بعد ا صدا رو ای میتونه بیاد، پس میشه شکر لی یا شکر سیز. بی شکر، بی مثلا چیزی که شیرینی نداشته باشه. توز که میشه نمک. با چون صداش او هستش، خب صدا رو او میتونه بعدش بیاد دیگه، میشه توز لو یا توز سوز. صبر یعنی همون صبر. میخوام بگم که مثلا کسی که عجوله، مثلا کسی که صبرش زیاده میشه صبر ل. کسی که عجوله، مثلا میخوام بگم که کسی که صبر نداره، اونو فاقد اون صفت داریم میکنیم، پس از صبر استفاده میکنیم، میشه صبر سز، یعنی اونو فاقد اون صفت کردم، فاقد صبرش کردم. گوچ میشه قدرت، میخوام یه قوی که بگم گوچ لو، اونو صاحب اون صفت میکنم. گوچ سوز هم میشه ضعیف، همون بی قدرت یا ضعیف خودمون. ردیف بعدی باشاره. باشاره یعنی موفق، موفقیت. باشاره ل یعنی موفقیت، باشاره سز یعنی ناموفق، اونو فاقد صفت کردم، میشه ناموفق. سوچ میشه گناه، میخوام بگم که مثلا گناهکار، کسی که گناه مثلا با اون باشه میگن سوچ لو یا سوچ سوز، یعنی بی گناه. سوچ سوز یعنی بی گناه. عقل که میشه عقل، میشه عقلی که میشه عاقل، عقلسز بی عقل. لذت میشه خوشمزه، مزه دیگه. لذت یعنی خوشمزه، لذت سیز یعنی بی مزه، بدمزه. حق میشه همون حق خودمون، یه کلمه عربی که از کلمه عربی اومده. حق میشه حق، حقلی یعنی حق مثلا با توه، میخوایم بگیم که حق با توه، میگیم حقلسن. یا حقسز یعنی کسی که حق با اون نیستش. این هم بخش، تا این بخش که تمریناتش رو حل کردیم، یه سری تمرینات هم صفحه بعد داره که تا این صفحه رو با هم حل کردیم تا بریم صفحه بعد با هم دیگه.